سلام جمعه 9 مهر 89 اول اکتبر 2010 میلادی در مورد هشت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول بحث سوالی است که در دو روز گذشته مطرح کردیم که من در ابتدای برنامه امروز قرار دادم به دلیل اینکه فرصت باشه راجبش صحبت بکنیم و اون سوال بود که یکی از دوستان کرده بود که اکثریت مردم از حکومت ناراضیان حتی متنفرن و خواهان سرنگونیش هستند اما بخشی از مردم امیدشون رو از دست دادن چی کار باید کرد من در پاسخ این دوستمون عرض می کنم که مهمترین عامل این است که ما اولین توضیحمون در واقع برای مردم فعالین جنبش باید بتونم برای مردم توضیح بدن راجبه استراتژی کلان جنبش یعنی مشروعیت زدایی از حکومت تقویت همبستگی و مقاومت ملی ایجاد شکاف و فرسایش در حکومت و فلج سازی چهار مسیری که همه کارهایی که ما میکنیم در خدمت یکی یا چند تا یا همه این اهداف اه قرار داره و ارزیابی اگر بخوایم از عم عملکرد جنبش در یک سال گذشته در این چهار محور بدیم این است که در حوزه مشروعیت زدایی جنبش شاید بیش از 80 درصد موفق بوده در حوزه تقویت همبستگی و مقاومت ملی شاید 50 50 موفق بوده ولی این عددی است که با یک موفقیت یا با یک شکست میتونه به راحتی پایین بالا بشه در حوزه ایجاد شکاف در حکومت هم شاید واقع بینانش 50 50 جنبش موفق بوده ولی در بخش کره اصلی ماشین سرکوب حکومت که سپاهه این توفیق کمتر بوده حداقل در اون بخش سرکوبگرش لذا کار داریم کار زیادی بعد انجام شه و در بخش فلج سازی کاملا در ابتدای راه جنبش قرار داره اگرچه به شکل کلان مملکت دوچار رکود اقتصادی شده و بحران سیاسی که در کشور هست سرمایه گذاری و حرکت اقتصادی رو فلج کرده ولی به طور اخص اکسیون های فلج ابتدای راه هستیم و شاید ده بیست درصد بیشتر از راه رو طی نکردیم بنابراین نکته اول این است که باید مردم رو توضیح داد که با چند تا تظاهرات خیابانی قرار نیست که حکومت سرنگون شه مجموعه کارها در یک برنامه استراتژیک و ارزیابی درست و زمانبندی درسته که می تواند ما رو به پیروزی برسونه نکته دوم توضیح مرحله فعلی جنبشه وقتی که تجربه نشون داد که سازمان سپاه با داشتن پول تبلیغات رادیو تلویزیون خبرگزاری روزنامه ابزار سرکوب و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در رو در روی مردم ایستاده عاقلانه است که در مرحله فعلی ما این سازمان رو داغونش بکنیم فرسایشش بدیم و رو در روی مشکلاتش قرارش بدیم فرصتاش رو به تهدید براش تبدیل کنیم تا بعد بتونیم مراحل بعدی رو اجرا کنیم خوشبختانه حرکتی رو که در سطح بین المللی مخالفین کردن جواب داده سپاه الان در صدر لیست تحریم های بین المللی قرار داره اشخاصش قرار دارن و همزمان با اون اشتباهاتی هم که خود سپاه میکنه از قبیل اینکه دیروز گفتیم امور امنیتی رو به یک پارچه دستش گرفته و از این پس مسئول زندان شکنجه آدم مستقیما هر کسی که در سپاه هست میتونه باشه و لذا فشار روانی روشون آورد به ما کمک میکنه که این فرایند رو تسریع بکنیم و نکته سوم اینکه باید بتونیم برای مردم توضیح بدیم که با عبور درست از این مرحله در چارچوب استراتژی کلانمون ما وارد فاز جدیدی از جنبش شدیم که فعالیت ها و آکسیونهایی مثل بایکوت کردن نافرمانی های مدنی عدم همکاری ها اعتصابات به اشکال مختلف و با تکیه بر گرانی ها و وضع نابسامان اقتصادی دستور این مرحله اون باید باشه و آمادگی و سازماندهی برای این مرحله انجام میشه فکر میکنم بهترین روش برای پیشبرد جنبش و امیدبخشی به کار گرفتن عقل مردم توضیح حرکت کلانه که اون وقت با تکیه بر اون حرکت آفرینی ابتکارات به وجود میاد و حرکت آفرینی خودش امید آفرینی نکته دوم که شرکت های توتال شل استاتویل و آنی چهار شرکت بزرگ نفتی به درخواست امریکا از پروژه های نفتی ایران بلکل بیرون رفتن این رو معاون وزیر خارجه امریکا اعلام کرد و شرکت نفتی ژاپنی این پکس هم اعلام کرده که از میدان نفتی آزادگان به زودی بیرون خواهد رفت همینطور امریکا شرکت نفتی ایران رو هم تحریم کرده و در لیست سیاه اقتصادیش قرار داد. نکته سوم این که رئیس کل بانک مرکزی دیروز رو اعلام کرده بود که طلا و ارز در بازار تزریق میکنه بانک مرکزی و قیمت رو پایین میاره اما سکنجبین صفرا فضود و دلار به 1160 تومن و 1180 تومن معامله شد در پاره ای از ساعت به 1200 و, و حتی 1230 تومن رسید و به هر حال رئیس کل بانک مرکزی قول داده که در هفته آینده با تزریق زیاد تا 1060 تومن پایین بیارنش البته ممکن است در درصدی موفق بشن ولی به دلیل اینکه پشتوانه ندارن دلار برابری با ریال میره به مراحل نزدیک طبیعی خودش نزدیک میشه نرخ آزادش که در واقع جای طبیعیش دوره بره سه هزار تومنه نکته چهارم اینکه ایران به تحریم هشت نفر از سوی امریکا اعتراض کرده منطقه اعتراضش به استناد بیانیه الجزایر که در مورد گروگان ها و گروگانگیری هست هستش که معلوم نیست چه جور استنادیه به این کرده ولی نکته ای که جالبه این است که این تحریم کشورهای دیگه از جمله کشورهای اتحادیه اروپا هم به زودی احتمالا می پیوندن و به این ترتیب تحریماشون رو با مسائل حقوق بشری و مسائل دموکراتیک در ایران پیوند خواهند زد و لیست های بعدی هم در راه بنابراین اون کسایی که مثل آقای حسین طائب فکر میکنن اون پشتا رفتن قایم شدن و کسی نمیبینشون باید بدونند که هیچ کجا به قول پلیس بین‌الملل هیچ کجا برای جنایتکاران امن نیست از کشم تیزبین مردم پنهان نیستن و اخبارشون منتشر میشه و دنیا هم اونها رو میشناسه و در تحریم قرار میده آدم مثل آقای احمدی مقدم قاضی سلواتی و دیگران یا آقای محقق اون فرمانده گردان حبیب که دست راست آقا مشتبا خامنه ایست اینها بدانند که در لیست های بعدی جا دارن نکته پنجم این که ادامه اعتراض سنف تلا ها به مالیات ارزش افزوده به عراق هم رسیده و بازار تلافروشان فروشان عراق هم از دوشنبه در به اعتصاب پیوسته نکته ششم این که روزنامه نیویورک تایم در مقاله ای در مورد ویروس ستاکس نت و عنوان کرده با البته اما و اگر و توضیحات که گذاشته به نوعی میتواند کار کشور اسرائیل باشه ولی ابعاد جدیدی از این ویروس در انبا و اقسام مقالات فنی این روزها در دنیا مطرح میشه به عنوان یکی از بزرگترین حملات سایبری ازش ذکر میشه و خطری که میگن داره این است که در کامپیوترهای خانگی این ویروس کاری نمیکنه ولی دیده میشه اما در سیستم های کنترلی دیده نمیشه و اونجاست که سیستم های کنترلی رو از کار میندازه و این از کار افتادن سیستم های کنترلی در نیروگاه ها در کارخانجات شیمیایی در مراکز آب و غیره میتونه بسیار بسیار خطرناک و فاجعه آفرین باشه به هر صورت اینجا باید گفت اون ارتش سایبری که 500 میلیارد تومن حداقل بودجه براش گذاشتن و فقط بلده که بره کپی پاسپورت امثال بنده یا دیگران رو جل کنه و با تقلب پاسورد پیدا کنه بره یه کاری بکنه کجاست اون آقایینی که ادعای فهم داشتن بیان در مقابل یک چنین حمله سایبری بتونن دفاع بکنن نکته هفتم این که کیفرخواست برای پنجاه متهم پرونده شرکت بیمه معروف به پرونده خیابان دکتر فاطمی که متهم اصلیش آقای رحیمی معاون اول آقای احمد نژاده گفته شده که صادر شده ولی از محتویاتش هنوز اطلاعی در دست نیست نکته آخر اینکه روزنامه العربیه سایت العربیه از قول مؤسسه سنجش افکار زاگبی اعلام کرده که در کشور مصر 66 درصد در لبنان 60 درصد در اردن 63 درصد مردم و در کشورهای حاشیه خلیج فارس 83 درصد مردم به فعالیت‌های هسته ایران مشکوکند جالب روزنامه کیهان روز روشن دروغ میگه و از قول همین مؤسسه زاگبی گفته 95 درصد مردم در کشور عربی موافق فعالیت هسته ایران هستند اندکی صبر سحر نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و طرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی